نگرانی رئیس جمهور ایران و روسیه از وضعیت جاری در افغانستان. رئیسی در دیدارش با پوتین در مورد مسائل افغانستان صحبت و گفتگو کردند. سلام بر شما، 20 جنوری و 3 جدی 1400 هجری شمسی است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه 29 جدی بر روسیه سفر کرد. او در کاخ کرملین با رئیس جمهور پوتین دیدار داشته است. هرچند که بحث اصلی روی روابط ایران و روسیه متمرکز بوده است، اما بخش از گفتگوها بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایرانی و روسی معطوف به مسائل افغانستان بوده است. طبق اعلام کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفته است که ایران و روسیه هر دو نگران وضعیتی که در افغانستان در حال شکل گیری است میباشد. اما اینکه چه مسائل ایران و روسیه را نگران کرده است، وضاحت بیشتر دادن نشده است. اما این دو کشور از جمله حامیان حکومت فعلی به وجود آمده در افغانستان هستند. روسیه و ایران ممکن است جز اولین کشورهایی باشد که امارت این گروه در افغانستان را به رسمیت بشناسد. با این حال، ابراهیم رئیسی در دیدار با پوتین تاکید کرده است که تنها راه ثبات و امنیت در افغانستان تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و جریان‌های سیاسی است. ایران به این باور است تا زمانی که تمام جریان‌های سیاسی و به خصوص اقوام در حکومت شامل نباشد، امکان ایجاد حکومت قدرتمند و به رسمیت شناختن آن از سوی دنیا وجود ندارد. اما از قرائن پیداست هر دو کشور، روسیه و ایران، تا حدی از وضعیتی به وجود آمده در افغانستان راضی و خوشحال هستند. رئیس جمهور ایران همچنان خطاب به پوتین گفته است: ما از 40 سال گذشته همانند شما در برابر آمریکا ایستاده‌ایم. رئیس جمهور روسیه نیز در روزها و هفته‌های گذشته بارها از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته است با گروهی که حالا در افغانستان حاکم شدن مدارا کنند. روسیه و ایران جز محدود کشورهایی هستند که هنوز هم برخی دیپلمات‌هایشان در کابل حضور دارند. کارشناسان به این باور هستند که ایران، روسیه، پاکستان، چین و برخی کشورهای دیگر ممکن است همزمان حکومت گروه تا را به رسمیت بشناسد. رئیس جمهور ایران در حال به روسیه سفر کرده است و با رئیس جمهور روسیه پیرامون مسائل افغانستان صحبت کرده و ابراز نگرانی نموده است که به تازگی حکومت امارت آب بند کمال خان را به طرف ایران رها کرده است. گروه تا میگوید که این کار را به درخواست مکرر دهقانان نیمروز انجام داده است، اما دولت ایران گفته است که بر اساس توافقات بین دو طرف این آب به سمت سیستان و بلوچستان آزاد شده است. با گفته رسانه‌های ایرانی، این توافق پس از آن صورت گرفته است که وزیر خارجه گروه تا به تهران سفر داشت.